در تایی 45 سال 50 سال اخیر کشیدن چندان توجه به مسائل فرهنگی نمیکنن. دولت های امامت کم و بیش توجه کردن نکردن یا اجازه شان ندادن، مشکلات گوناگون برشان ایجاد شد. به هر صورت فرهنگ بسیار زیاد ضربه دیدن. من از دوستای مثل حکیم جان بسیار تشکر میکنم که باز برای هنر قدم میگذارن، برای هنر کار میکنن و بالاخره در فکر احیای هنر، در فکر احیای فیلم هست. در فیلم های بعدی حکیم جان بسیار نقش خوب میتونه بازی کنه، بسیار خوب بازی میکنه و بسیار آدم موفق است با همون سطحی که دوستا گفتن در ایران و در هند و در بسیار. آن چیزی که داریم خانی نباشیم، استاد نشویم، حرکت کنیم، باز زحمت بکشیم. مشکل کلانی که ما داریم با کمال تاسف، باید دولت از این روندها حمایت کنند. یک بودجه کلان باید وجود داشته باشد. امروز در هندوستان، که هندوستان یک قدرت بزرگ منطقوی و یک قدرت بزرگ اقتصادی و قدرت بزرگ علمی و تکنولوژیک است، هنر و سینما و فیلم در اونجا بسیار نقش اساسی داره، یک منبع بزرگ مالی و پولی. ولی او دولت او را حمایه میکنه، مکتبای هنری دارن، پهنتورهای هنری دارن، بودیجه هنگفت دارن، ولی نظر میست که دوستا کمر همت بسته کنن با حدی اقل امکانات خود، هنر رونق ببخشن، هنر پازداری کنن، هنر از دانی به عالی، از ساده به بغرنج، از کمیت پایان به کیفیت عالی و عالی تر رشد کنن. هویت خودن، مفاخر ملی خودن، مفاخر تاریخی خودن، رنجایی را که کشیدیم، مبارزاتی را که برای آزادی افغانستان کردیم، عشقی که برای انسان و انسانیت داریم، و این را ما میتونیم از طریق فیلم ها، از طریق نمی نمایش خدا را چی کنیم؟ معرفی کنیم، هویت خدا معرفی کنیم که ما کیستیم، و این بسیار برای معرفی ما و برای افغانستان بسیار با اهمیت است. فیلم های برای وحدت ملی افغانستان ساخته شود، بیش از هر چیزی که وحدت ملی ما جریحه دار شده.